خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. امروز همیهنان گرامی، ششم اردیبهشت ماه مصادف با سالروز درگذشت یکی از معروفترین شعرای معاصر ایران، یعنی تورج نگهبان نازنین، همکار بسیار خوب و شاعر بسیار ارزنده میهن. من در زمان فوت تورج نگهبان متاسفانه در ساعات آخر عمر پربارش در لس آنجلس نبودم و در مرخصی در آلمان بودم و هنگامی که این جریان رو شنیدم بسیار منقلب شدم، چون تورج نگهبان رو من سالهای خیلی قبل از سالهای بسیار پیش میشناختم. او شاعری بلند آوازه، ترانه سرایی بسیار مبتکر و انسانی بسیار والا بود. همه کسانی که تورج نگهبان رو میشناسن و میشناختن میدونن او چه انسانی بود. در گذشت او رو بار دیگر در سال روز فوتش به خانوادش صمیمانه تسلیت میگم و میدونید که فرزند و عروس تورج، به خصوص عروسش زهره، از همکاران خوب ماست در تلویزیون پارس و نوید هم از میتونم بگم مثل فرزند من نوید رو دوست دارم، نگهبان، نوید نگهبان رو. از یه همچین پدری واقعا انتظار این فرزند هم باید داشتش. من فقط نوید رو میشناسم و زهره رو. در هر صورت یادی کردم از تورج نازنین، تورج نگهبان. جاش خیلی خالیه میان ما همیهنان گرام، جای همه انسانهای والا که به خاطر حکومت جهل و جنون از میهن ما هجرت اجباری کردن، خالیه در بین ما، اون کسانی که در گذشتن، و تورج جز اولین های اونهاست. امروز همچنین مصادفه با کشتار وحشیانه ارامنه، 1,500,000 ارمنی که در اواخر دوران حکومت عثمانی، جانیانی که به اسم اسلام جنایت میکردن مثل جمهوری اسلامی میگذره. در 24 آوریل 90 سال پیش، همیهنان گرامی، این اتفاق افتاد، این اتفاق وحشتناک، یعنی در طول ماها، نه در اون روز. این روز یک روز تاریخی شمرده شد از نظر این قتل عام. در ارمنستان این روز رو روز عزای ملی اعلام کردن. آقای سرکیسیان دو روز قبل اعلام کرد که مردم کشور ارمنستان هرگز این جنایت وحشتناک رو فراموش نخواهد کرد و جهانیان پی بردن که این جنایت بزرگ، که درست مثل جنایتی بود که آلمان هیتلری در مورد یهودیان انجام داد، نباید از حافظه تاریخی هیچ فردی در جهان پاک بشه. ولی متاسفانه دولت ترکیه و دولت مردان این کشور حتی نمیخوان بپذیرن که دولت عثمانی که جنایات بسیاری کرده در سرتاسر اروپا و در خاورمیانه، نمیخوان حتی بپذیرن که این جنایت این یه نسل کشی بود و هنوز هم میگن نه، این اتفاق نبوده. اولا تعداد 1,500,000 نبوده، مثل که رقم خیلی مهمه، درست حتی که احمدی نژاد میزنه که 6,000,000 یهودی نبودن بلکه مثلا 2,000,000 بودن. مثل این که تعداد کم کردن از جنایتی که انجام شده میشه
اون جنایت رو ندیده گرفت. در شهرهای خود ترکیه بسیاری از روشنفکران ترکیه، سندیکاها، سندیکالیست ها، احزاب چپ و سازمان های مترقی همین دیروز در میدان مرکزی موزه آنکارا و استانبول دست به تظاهرات زدن، در حالی که شمع روشن کرده بودن و این روز 24 آوریل رو گرامی داشتن و به دولت ترکیه گفتن که باید بپذیرید که این جنایت در زمان عثمانی ها صورت گرفته. این روزها و این خاطرات نباید از حافظه تاریخی ما محو بشه. عمیانان گرامی، هیچ وقت هر دولتی و هر رژیمی که دست به جنایت میزنه باید اون در خاطره ها باقی بمونه، همینطور که جنایتکاران جمهوری اسلامی خیال کردن که میتوانن جنایات سال 67 رو از حافظه تاریخی میهن ما پاک کنن. بله، اما همینان گرامی، آقای رئیس روزخانها در جمع سران ارتشی که جمع کرده بودن به حضور ایشون آورده بودن سخنرانی خیلی مسخره کرده که بعضی نکاتش قابل یاداوریه. اولا ایشون بسیار تعریف کرده از ارتش، ارتشی که یکی از افرادش برای من ایمیل زده که در روز ارتش ما وقتی که میخواستیم بریم در مراسم سان و رژه، افراد سپاه پاسداران کمپلت ما رو بازبینی میکردن، بازدید بدنی میکردن و فشنگ و چیزهایی که ممکنه در اسلحه های ما در موقع رژه وجود داشت همه رو برمیداشتن، چون ترسیدن که نبود همون بلایی که اسلامیست ها سر انور سادات آوردن ارتشی های ما هم سر نمیدونم رئیس جمهور دلغک چرخ هشتم درشکه در بیارن و یا سران رژیم جمهوری اسلامی رو ترور بکنن. حالا شما فکر کنید ارتشی که باش این رفتار تحقیر آمیزو میکنن و در همه کارهایی که تو مملکت ما انجام میشه ارتش اصلا وجود نداره، وجود خارجی نداره، درست مثل ارتش و اشتن سپاه پاسداران نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی درست کردن. البته فقط ارتش هم نیست، شما اگه فراموش نکرده باشید از ابتدای روی کار آمدن روزخانها در ایران همه سازمانها یک سازمان مشابه هم داره، موازی. اینور به اصطلاح قوه قضاییه وجود داره، همپاش برداشتن دادگاه انقلاب درست کردن، بغل دست دادگاه انقلاب دادگاه نظامی درست کردن، بغل دست اون دادگاه نمیدونم روحانیت درست کردن، خودشون رو مجزا کردن. و در هر مورد دیگه شما نگاه کنید یک اداره و سازمان موازی هم به وجود اومده برای اینکه اگر این ور روشون نشه که ملاها و روزخانها و اراذل و اوباشو بهشون شغل بدن، در اون سازمانها و ادارات موازی بودجه سنگین دیگری بذارن و اعوان و انصارشون رو از این خانه گسترده بهره‌مند بکنن. آقای رئیس روزخانها در سخنرانیش اولا هنوز نمیدونه که خشایارشاه نیست، خشایارشاه اسمه، ایشون میگه خشایارشاه. حالا گفته که این ارتشی که الان به وجود اومده، ارتشی که ما داریم، یک ارتش منضبط، ارتش اسلامی است که آدم به وجودش افتخار میکنه و ارتشی است که به خاطر وجود یک شخص به وجود نیامده. و میگه اوایل انقلاب وقتی که انقلابیون به یکی از این کاخهای سلطنتی رفته بودن دیده بودن جزء شعار که نوشته که ما ارتش به وجود اومده برای حفظ سلطنت. حالا من نمیدونم این شعار تا چه اندازه درسته، ولی آقای رئیس روزخانها شما که
بعد این موضوع رو نقد کرده و گفته که یک ارتشی رو به وجود بیانن برای نگهداری یه آدم و اینا میگن جون ما فدای اون، در حالی که این ارتش ما نه به خاطر کسی به وجود اومده و نه جانش رو به خاطر اون آدم ها میده، به خاطر اسلام میده، به خاطر ائمه اطهار میده. اما آقای رهبر روزخان ها، مگه یادت رفته شعار اینا، این همپالکی های شما در سپاه همیشه این جانم فدای رهبر؟ شما تو همه شعاراتون جانم فدای رهبر وجود داره، این عیب نداره؟ بعدم نوشت شروع کرده که بله این خشایار شاه ایشون گفته، لشکرکشی کرد رفت یونان و در اونجا خواسته کشورگشایی کنه که میدونم دریا اینطوری شده و کشتی هاشون شکسته و 1,000,000 کشته دادن و بعد سرفکنده برگشتن. اینا چیزاییست که آقای هرودوت نوشته در 400 خورده قبل از میلاد مسیح و گفته که این کشورگشایی ها چه نتیجه داشت و حکومت هخامنشی رو که باعث افتخار هر ایرانیه گفته این حکومت طاغوته. شما رفتید یونان چیکار کنید؟ آقای رئیس روزخان ها شما پشت مرزهای اسرائیل چیکار میکنید؟ شما تو عراق چیکار دارید؟ شما تو آفریقا برای چی رفتید؟ میلیون ها و میلیارد ها پول مردم مظلوم میهن ما رو دارید در این کشورها خرج یه اراذل اوباش و شستشوی مغزی داده شده برای چی میکنید؟ شما الان رو مشستی پرونده هخامنشی رو برق میزنی در حالی که خودت در قرن 21 داره همین کار میکنی. حزب الله لبنان بنابه گفته آقای سید حسن نصرالله میلیون ها دلار از شما پول نقد میگیره، حالا منهای اسلحه ها برای چی؟ مگه شعار زمان جنگ شما نبود از راه کربلا گرفتن قدس؟ شما چی کاره ای؟ مردم ما چرا باید تو این جنگای نابرابر شرکت کنن و چرا باید کشته بدن؟ حالا این که شک نیست که صدام تجاوز کرد در رابطه تحریک شما، خب تجاوز کرد، ولی نتیجه اون جنگی که هزاران نفر میهن پرست به شما گفتن آقا این جنگ رو ادامه ندی، نری تو خاک عراق، اینا رو بیرون کردید. جامعه جهانی الان آمادگی اینا رو داره که بگه شما در یک جنگ میهنی پیروز شدی و این پیروزی رو میتونستید جشن بگیرید و میتونستید خسارت بگیرید. صدام در بدترین شرایط بود، بسیاری از همپالکی‌های همین صدام، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر حاضر به پرداخت 100 میلیارد دلار در اون زمان بودن. شما دوباره جنگ رو ادامه دادید 5 سال آزگار و رفتید توی بصره و این هویزه و اونجا، نه تنها هزاران هم‌میهن ما بچه های ما رو به کشتن دادید، بلکه میلیاردها دلار هم خسارت وارد آوردید به مملکت ما، بعدم جام زهر و سر کشیدید. اون که مال جنگتون بود، اونم مال گفتم که اسیر کردن دیپلمات های آمریکایی بود که با اون وضع احمقانه رفتید همین آقای بهزاد نبوی اون قرارداد اسارت، قرارداد ترکمنچای چیه؟ 14 میلیارد دلار پول مردم میهن ما رو آوردید در دادگاهی که خودتون در دادگاه در لاهه، نه دادگاه بین‌المللی، با توافق آمریکا آمدید در اون دادگاه بدون تجدید نظر، بدون هیچی، دادگاه رأیش قابل پذیرشه، هیچ حرفی دیگه درش نیست. 14 میلیارد ثروت مردم میهن ما رو به باد دادی، اونم که سرنوشت گروگان‌های آمریکایی. حالا هم که به این بدبختی و فضاحت افتادی سر همین جریان فعالیت‌های اتمی، چقدر میتونستید جلوی این خسارت‌ها رو بگیرید چند سال قبل با حفظ منافع مردم ایران؟ نکردید.
حالا به دریوزگی افتادید ولی میخواد این شکست رو پیروزی کنید. این خنده داره، این خنده داره که دارین قدم به قدم عقب میشینید ولی در ظاهر در داخل دارین اینطوری عنوا میکنید که دیدین کنفرانس انداختین بغداد. از این بعد به آمریکایی‌ها میگید شما بپذیرید در بغداد که ما سرفکنده نشیم، استانبول رو بهتون تحمیل میکنن. خب میگن حالا اینا هم التماس میکنن بذارید بغداد. خب بغداد برید، اصلا بیاید خود تهران. وقتی که شما در شرایطی قرار گرفتید که شمایید که باید عقب بشینید، میگین آمریکایی‌ها و غرب دارن عقب میشینن. برای چی میشینن عقب؟ چه خسارتی به آمریکایی‌ها و غرب شما تونستید وارد کنید؟ کشورهای اروپایی میگن ما نفت ایران رو میخوایم تحریم کنیم، شما میگید ما نفت رو بستیم به اونا. خب ببندید. با آگاهیتون برسونم سال آینده، سال 2013 تا سال 2014 عراق میتونه روزانه 12 میلیون بشکه نفت صادر کنه مثل عربستان سعودی. یعنی این دوتا کشور 24 میلیون بشکه نفت میدن بیرون، شما 2.5 میلیون بشکه نفت الان داریم میدین. بعد میگین اروپا زمینگیر شد. چجوری؟ شما حتی قادر نیستید دیگه خرید بکنید گندم، چای، نمیدونم مایحتاج مردم و کشاورزی دارم که کثافت زدید توش. یه سیل اومد، یه تجرگ تو تهران اومد، به دروغ گفتید 50 سال گذشته بی سابقه بوده، متروتون رو آب گرفت شد دریاچه. این روزنامه های ایران برداشتن کاریکاتور درست کردن که مردم تو مترو دارن قایقرانی میکنن، بعدم نوشتن که آقا ماهی بریزید تو اینا، توریستا بیان با قایق ماهیگیری بکنن تو مترو. خجالت آور نیست؟ اینم دادگستری تونه. آقای قدیانی یا قدیانی چه میدونم این اسما رو، یه نامه ای نوشت بهش مرخصی چند روزه دادن. ایشون اومد بیرون یه نامه بسیار جالبی نوشت عمیانانی گرام، و در اون نامه به آقای خامنه‌ای رئیس روزخانها نوشت آقای خامنه‌ای اگر قرار بشه متهم اصلی رو دستگیر بکنن، این شمایید که مملکت رو به این روز انداختید و این شمایید که بایستی مورد تعقیب قرار بگیرید. بردنش دادگاه بود، دوباره بردن این زندان، 3 روز بهش مرخصی دادن گرفتنش دوباره. بهش گفتن که شما بریم دادگاه، گفته من دادگاه نمیام، من این دادگاه رو قبول ندارم، این بیدادگاه رو قبول ندارم، جز ملی مذهبی هست. یه روز بهش گفتن شما رو بخوام بریم بیمارستان، به اسم بیمارستان چون بیماره، بردنش تو دادگاه به زور. تو دادگاه گفته این دادگاه غیر قانونیه، شما هم غیر قانونی و قانون شکن هستید، به رئیس دادگاه گفت، و با برگزاری این دادگاه مرتکب فعل مجرمانه شده اید و مطمئن باش روزی به همین جهت محاکمه خواهید شد. آقای رئیس دادگاه، بزرگترین مبلغ علیه جمهوری اسلامی آقای خامنه ایست، هم ایشان که در شهر قم مردم ایران را میکروب دانست، اوست که با عملکرد خود بزرگترین ضربه را به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است، اوست که کشور را ویران کرده و در دوران رهبری و مدیریتش دزدی 3.5 میلیارد دلاری رخ داده. اما به جای پذیرش اشتباهش در حمایت از دولت مستقر، از معترضین دزدی 3000 میلیارد تومانی میخواهد که قضیه را کش ندهند. آقای خامنه‌ای، طاغوت زمان شما هستید و من 50 سال عمر خود را صرف مبارزه نکردم که امروز او این گونه با خودکامگی سلطنت کند. اینا رو من نمیگم عمیانانی گرام، اینا رو یک انسان ایرانی که اعتقاد به این قانون اساسی هم داشته در بیدادگاه همین رژیم داره میگه، در بند شماها آقای خامنه ای. اینه، عمری گفتید آقا این ضد انقلاب خارج نشین به ما تهمت میزنه، ولی یک حکومت که سرتاپاش پر از دروغ
حقه‌بازی، شارلاتان‌بازی و جنایت بالاخره بوی گندش میزنه بیرون و الان زده. نه الان، 32 سال زده، ولی اینقدر دیگه مشمئز کننده نبود. ارشدترین دیپلماتتون بلند میشه میره در یک استخر مختلط، بعد دخترای 9 تا 14 ساله رو نه وشگون بگیره بلکه با آلت تمی بخشید منو، به نوشته روزنامه های برزیلی، به آلت تناسلی این بچه ها دست میزنه که وقتی که میکشنش بیرون کتکش میزنن. و بعد اینا میگن اول دروغ بود، بعدم این تفاوت فرهنگیه. این تفاوت فرهنگی نیست، این رذالت شما هاست که به اسم ملت ایران داری این حرفا رو میزنی. چه ملت ایران انگولکی بوده؟ چه این کارا رو میکردن؟ شما با این سیاست های غلطتون جامعه رو کاری کردید که دختر و پسر اصلا بیتاقتن، برای که نمیذارید اینا جوونی کنن. زندان ها رو پر کردید از انسان های شریف. ببینید این سگای هارتون رو انداختید به جون مردم ایران، چه میکنن تو این زندان ها؟ اینا خیال میکنن یک زندانی رو هر بلایی که میخوان میتونن سرش بیارن، کتکش میزنن، فحشای ناموسی بهش میدن، شکنجش میدن. ولی ملت هنوز رو پاست. شما میخواستید ملت رو خفه کنید، خودتون داری خفه میشین از کثافت. هی این آره جمع میکنه، این آقا میشینه اون بالا حرفایی میزنه که همه اونا که گوش میکنن میخندن بهش، به ریشش. میگه طاغوتن اینا، رفتن یونان برای چی؟ اون ارتش و اون سپاه به خاطر یکی بود، ولی الان در جمهوری اسلامی نیست. آقا تو که کیف میکنی میگن جانم فدای رهبر؟ هیچ جا سابقه نداری همچی چیزی، اونم در یک حکومت مذهبی. اون مرده که مصباح یزدی که حالا اخیراً شنیدن روزنامه ها نوشتن که میگن قائم مقام رهبری، استاد و نمیدن. استاد که دیگه حالا دیگه همه جا خارج هم مد شده دیگه، همه به هم دیگه میگن استاد. حالا اگه یکی دو نفر هم واقعا بودن، حالا دیگه اینقدر استاد شده که الان دیگه یواش یواش دیگه حالش به هم میخوره بگه استاد. حالا آقای مصباح یزدی رو استاد و حکیم و اینا بهش بستن. چه مردکی؟ مردکی که رو پایش روزخان بزرگ میفته، پاشو ماچ میکنه موقعی که وارد خانه شد. و ببینید برای اینکه مجیزگویی کنه خودشو حیوان میکنه، میگه ما حیوانیم. الان براتون نمونه میگرم چی گفته. برای اینکه مجیز خامنه‌ای رو بگه، گفته تمجید از خامنه‌ای از کمالات مصباح یزدی در شرایطی عنوان می‌شود که رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی سابقه طولانی در تعریف و تمجید از رهبر جمهوری اسلامی دارد، تا جایی که برای ابراز ارادت به خامنه‌ای طبیعت خود را حیوانی توصیف کرده است. این رو روزنت نوشته. آقای نیما فرح‌آبادی نوشته، خیلی جالب نوشته. مصباح یزدی پیش از سفر سال 89 رهبر جمهوری اسلامی به قم، با انجام مصاحبه‌ای در مکه رهبر جمهوری اسلامی با نشریه زیر نظر خود پرتو سخن، به استقبال این سفر رفته. ببینید چی گفته. مصباح یزدی در آن گفتگو اعتراف کرده بود که طبیعت مادی و حیوانی افرادی مانند خود او باعث فراموشی بسیاری از نعمتها می شود. ببینید چی گفته. نوشته که مصباح یزدی با بیان این که اگر حساب کنیم که این نظام چقدر ارزش دارد و در میان نعمتهایی که خدا به انسانها مرحمت کرده جایگاه این نعمت کجاست و چه نسبتی بین آن و دیگر نعمت‌ها وجود دارد، بعید است بتوانیم نسبتی بین نعمت‌های مادی و دنیوی با این نعمت برقرار کنیم.
و گفته نعمت‌های دیگر هر چه بزرگ باشد در قبال این نعمتی که میتواند سعادت ابدی و بی نهایت بیافریند در حکم صفر است. لازم است هر جا و در هر فرصتی که پیش می آید ما این نعمت عظیم الهی را به مردم یادآوری کنیم تا بدانند چقدر شکر این نعمت را به جا بیاورند. حالا این نعمت چیه؟ به گفته این عضو مجلس خبرگان رهبری یکی از فواید این یادآوری این است که وقتی کسی به عظمت چنین نعمتی پی برد تحمل کمبودها و کاستیها من اضافه میکنم و دزدیها و جنایتها برایش خیلی آسان میشود. توجه کردی؟ این خب راست میگه. این روزخانی که 5 تومن میگرفته تو سرش میزدن میرفته توی یک خونه که هیچ کس هم گوش نمیکرده روزه میخونده صدقه میدادن بهش، حالا طوری شده که قشنگ میاد میره در همه جای جهان میگرده، شرکت های عظیم به وجود میاره، هم خودش هم مالکیاش، پسراش در کانادا میچرن، ایشون بلند میشه میره در جاهای دیگه میچره، میلیون ها تومان و دلار در خارج بهش پول میدن برای مؤسساتی که به وجود آورده که یک دینار به نفع مردم ایران نیست. خب راست میگه. این کفران نعمت اگه پای اون مردک رو نلیسه. بله این نعمت ها رو باید قدر دونست، اما کی؟ اونا. وگرنه ملت دربند ایران که چه نعمتی، خجالت نمی کشن. یکی از این روزنامه های ایران نوشته دیگه صحبت 10% و 20% گران اینا نیست، صحبت موشکه. شما صبح که بلند میشید جو گوجه پرنگی 100% قیمتش میره بالا، تخم مرغ 20%، 50%، 60%، ساعتی میره بالا. بعدم میگه اگه کاستی یا گرانی چیزی هست این کفران نعمت نباید بشه. همین که جمهوری اسلامی هست یه نعمت خدادادیه دیگه. آخوند همینانی گران، آخوند آقای خمینی میگفت، میگفت این روزه ها و گریه هاست که اسلام رو نگه داشته. البته ایشون روش نشد بگه روزکان ها رو نگه داشته. 1400 ساله اینا یه دکانی به اسم امام حسین و کربلا به وجود آوردن که اگرم یه واقعیتی داشت خودشون میگن دیگه. امام حسین بر علیه ظلم قیام کرد، ولی اینا از امام حسین بارها گفتن، بازم میگم یه آدم ذلیل و بیچارهی درست کردن که برای یه لیوان آب حاضر بوده هر نوع خفتی رو تحمل کنه. این آقایون تنها چیزی که مطرح نمیشه در این روزه های احمقانشون، این حرفایی که میزنن رو منبر، اینی که بیان بگن آقا واقعیت قیام کربلا چی بود. من که دینی ندارم، ولی اینا که دارن بگن. بله گفتگو میکنم همیهنانی گرامی با دکتر مصطفی دانش، دوست بسیار گرامی، روزنامه‌نگار برجسته. و قبل از اینکه با دکتر دانش صحبت بکنم به آگاهیتون میرسونم که 29 آوریل، یعنی روزی همین یک شنبه، جلسه ماهیانه فردوسی که آقای مشیری در مورد فردوسی بزرگ صحبت میکنه در المپیک کالکشن برگزار میشه، دوباره مثل همه ماهای گذشته از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. دوستانی که مایل هستن در این جلسه شرکت کنن میتونن از 08 ایرانیان یا شماره 818-50-50-100 متعلق به تلویزیون ایرانیان و دوست گرامی آقای لیمونادی، علی لیمونادی، تلفن بزنن و در مورد این برنامه سوال بکنن. دکتر دانش سپاسگزار. سلام آقای فرید، حال شما خوبه؟ مشکرم. بفرمایید چه خبر دکتر دانش؟ الان مسئله سوریه، سازمان ملل متحد، طرح انان که داره با شکست مواجه میشه، اینا مسائلیه که تمام روزنامه‌های اروپا و جهان در موردش دارن صحبت میکنن. چه خبره در اونجا؟ خب ببینید، من شنیدم 40 نفر از کسانی که با این هیئت آقای انان فرستادن در اونجا، کوفی انان فرستاده در اونجا، که اینا اومدن با این به اصطلاح نمایندگان سازمان ملل صحبت کردن، با این نیروهای سازمان اینا رو گرفتن همه رو تیربارون کردن. این خبریه که خود کوفی انان میده و سخنگوی او آقای فوزیه
چنین احمد فوزی این خبر داده که ادعی که در واقع با ناظرین سازمان ملل متحد صحبت کردند درباره سوریه و حملاتی که رژیم بشار اسد به مردم میکنه، اینها بعد از رفتن این ناظرین دستگیر شدن و اعدام شدن. این خبری که خود کوفی انان هم تایید کرده و باید به این مطلب اشاره بکنیم که کوفی انان چنین مطرح میکنه که در واقع آتش بس رعایت نمیشه و دولت بشار اسد قرار بود تمام جنگ افزارهای سنگین از خیابونها و شهرها بکشه بیرون، به داخل سربازخونه‌ها ببره. این کار نکرده و هر روز کشتار ادامه داده. همین چند روز گذشته تا به امروز بیش از 120 نفر در سوریه کشته شدن. و جالبتر از اون اینه که امروز وزیر امور خارجه فرانسه جوپه، آلن جوپه، چنین مطرح کرده که اگه طرح کوفی انان موفق نشه باید به استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه جدیدی صادر بشه و دخالت نظامی بشه. در واقع فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد این اجازه را به سازمان ملل متحد میده که به اهدافش از طریق نظامی با گزینه نظامی بتونه به اهدافش برسه و چنین خواستی رو داره. البته این خواست خانم کلینتون در یه هفته پیش مطرح کرده بود. خانم کلینتون هم از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صحبت میکنه. این باید در شورای امنیت مطرح بشه که خب طبیعتاً ما میدونیم که روسیه و چین مخالف فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد چنین تاییدی رو نخواهند کرد، چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد. ولی مسائلی است که امروز مطرح است و چنین برمیاد که در واقع طرح کوفی انان با شکست روبرو شده. هم اکنون بیش از 15 ناظر سازمان ملل متحد در سوریه نیستن و قراره تا 300 نفر در واقع توصیه بده بکنه حضور ناظرین و گفته میشه تا یک ماه دیگه هنوز 100 نفر هم نمیتونن به سوریه برن. یعنی در واقع این طرح کوفی انان میشه امروز گفت که با شکست بزرگی، با مشکلات بزرگی در سوریه روبرو شده. داشتم خبرار میکنم آقای محمد رضا رحیمی گفته که ما خانه وحدت عراق و ایران است. این چیه جرنش؟ ببینه خب مسئله عراق و ایران، خب اتفاقاتی که در منطقه میافته بسیار بسیار هم جالبه، هم در واقع باعث تشنج منطقه شده. و موقعی که رحیمی در نشستش با الملکی چنین مطرح بکنه که ایران خواهان وحدت، از وحدت صحبت میکنه، از اتحاد سیاسی ایران و عراق صحبت میکنه، چنین مطرح میکنه که در دنیا نیروهای زیادی، کشورهای زیادی دشمن ایران جمهوری اسلامی و دشمن عراقن و در واقع توطئه دارن میچینن و یک کشور بزرگ، یک اتحاد عظیم و یک کشور جهانی مانند عراق و ایران میتونن در مقابل این توطئه ها بیستن. و در واقع اون همون صفبندیه که در منطقه داره انجام میشه. از یک طرف صحبت کردیم مثلث عربستان سعودی، قطر و ترکیه امروز، از طرف دیگه در واقع ایران داره سعی میکنه در کنار سوریه عراق هم قرار بده. یعنی در واقع عراق و ایران امروز در کنار سوریه قرار گرفتن، تا جایی که دولت الملکی نه تنها جمهوری اسلامی از سوریه شدیداً دفاع میکنه بلکه دولت الملکی نفت به سوریه میده و داره سعی میکنه تحریما رو سوریه بتونه تحریما رو دور بزنه از طریق عراق. اینا مسائلی است که مطرح است و خب برای همینه که ترکیه هم داره روز به روز اختلافاتش با عراق بیشتر میشه، با عراق بیشتر میشه و کردن هم بیشتر وسط. همونطوری که عربستان سعودی و قطر خواهان سقوط در واقع سوریه هستن، خواهان سقوط الملکی هم هستن، برای اینکه میدونن با نفوذی که ایران در عراق داره. و جالب اینه رحیمی چنین گفته در صحبتش، میگه رهبران کنونی عراق احترام زیادی به رهبران ایران و نظام جمهوری اسلامی میذارن به خاطر اینکه ما در زمان صدام حسین از اینا دفاع کردیم، از اینا حمایت کردیم. در واقع اینها در یک جبهه بودن، آقای الملکی و جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی. به درستی نه، رحیمی میگه در یک جبهه بودن و امروز دوباره در یک جبهه قرار گرفتن. و توجه بکنین بعد از 8 سال جنگ در عراق و کشته شدن بیش از 4500 نفر از سربازان آمریکا و متواری شدن بیش از 3 میلیون عراقی و کشته شدن چندین صد هزار عراقی، نتیجه این جنگ که سال 2002 شروع شد، امروز دوباره وحدت سیاسی بین جمهوری اسلامی و عراق. و جالبه یک جمله رو الملکی گفته و اینو من اجازه بدین نقل قول بکنم. الملکی در نشستش با محمد رضا رحیمی چنین میگه،
اون خواهان گسترش با ایران، میگه توافق سیاسی بین ایران و عراق عملا انجام گرفته، اما ما به توافق فرهنگی، علمی و اقتصادی در این زمینه نیاز داریم. مقامات دو کشور برای دستیابی و تحقق این هدف اراده راسخی دارند. یعنی در واقع امروز عراق همپیمان جمهوری اسلامی است و این مثلث عراق و ایران، جمهوری اسلامی و سوریه هم داره تکمیل میشه در مقابله با مثلث ترکیه، قطر و عربستان سعودی در منطقه. خب این وسط نقش کردها چه میشه؟ ببینید در واقع باید بگیم که ترکیه بعد از بهار عربی در واقع امکانات زیادی پیدا کرد که به عنوان الگوی مطرح بشه در جهان عرب، و ترکیه کشوری است که از لحاظ رشد اقتصادی بسیار بسیار پیشرفته است، ولی کشور ترکیه با کمبود انرژی روبروست. درسته که منابع گاز و نفت جدیدی پیدا کردن تا برن استخراج بکنن و استفاده بکنن چندین سال اونم خیلی عظیمشون، و تا به حال به این ترتیبی که کشور عراق و جمهوری اسلامی 70% نفت احتیاجات نفت ترکیه رو تامین می‌کردن، گازم هم می‌تونه و مقداری هم حتی سوریه میداده، ولی این خطر وجود داره از اونجایی که روز به روز تولید نفت ایران داره پایین میره و در 5 سال آینده معلوم نیست وضع چطوری بشه. در واقع ترکیه داره سعی میکنه به طرف کردستان عراق بره، و کردستان عراق منابع عظیم نفتی وجود داره، قرارداد همکنون قرار ببینید کردستان عراق در واقع بارزانی، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، نه تنها قرارداد با ترکیه بسته و دارن مستقلا از کردستان عراق لوله های گازو به ترکیه میکشن که در سال 2014 تموم میشه، بلکه با کشورهای زیادی، با شرکت های نفتی عظیمی تا به حال قرارداد بسته. در ماه نوامبر سال پیش با اکسون موبایل چنین قراردادی بسته. قرارداد دیگه میدونی که طبق قانون اساسی آلمان این دولت های خودمختار اجازه ندارن قراردادهای سوا ببندن مگر از طریق دولت مرکزی، ولی این پشتیبانی ایران از این عراق باعث شده که الان دولت خودمختار کردستان خودش مستقلا نمیشه. جالب اینه که خود آقای بارزانی در یک مصاحبه چنین مطرح کرده که موقعی که آمریکا سلاح میخواد بده، اسلحه میخواد بده به الملکی، یعنی در واقع 32 F-16 میخواد آمریکا به الملکی بده و تعداد زیادی تانک و حتی خودروهایی که از راه‌های صعب العبور بتونن عبور بکنن، بارزانی مطرح کرده، اینو خبرگزاری فرانسه چی کرده، از قول بارزانی میگه که در واقع نقش الملکی و هدف الملکی حمله به کردستان عراق و میخواد حمله بکنه و کردستان رو از بین ببره، و بارزانی چنین مطرح میکنه به خاطر این دارن در واقع قراردادهای بزرگی رو تشکیلات خود مختار کردستان با اکسون موبایل و شفرون دارن، با شفرون چنین قرارداد می‌بندن. یعنی در واقع شفرون داره یکی از بزرگترین میدان‌های نفتی کردستان عراق به نام شیخان رو به دست می‌گیره که گفته میشه در حدود 10 میلیارد بشکه ذخایر نفتی داره. اصلا درباره خود عراق موقعی که درباره نفت صحبت بکنیم گفته میشه بین 115 میلیارد بشکه تا 200 میلیارد بشکه عراق ذخایر نفتی داره. دوستانش الان من گفتم تا 2014 اینا میتونن روزانه 12 میلیون بشکه نفت بدن بیرون عراق. چنین خواستی دارن و همکنون میدونید در مدت کوتاه عراق تا یک سال و نیم پیش در حدود 2,500,000 بشکه در روز تولید میکرد، امروز داره به 4-4.5 میلیون میرسه، و به درستی شما اینا اشاره میکنین در 5 سال آینده به 10-12 میلیون بشکه میخوان برسونن. و جالب بخش عظیمی از این نفت در منطقه کردستانه، و جالبتر از این که بارزانی بعد از مسافرتش به آمریکا و مسافرتش با ترکیه صحبت از استقلال میکنه، میگه اگه تا سال 2014 آقای الملکی در قدرت بمونه ما جدا میشیم از عراق. این صحبتیه که بارزانی انجام میده. کردستان خود عراق ترکیه است. خب اون بعد چی میشه؟ ببینید به نظر من در خود سیاست خارجی ترکیه هم میتونه تغییراتی به وجود آمده باشه. تا به حال به این ترتیب همیشه این مطرح بود، موقعی که ترکیه از کردستان صحبت می‌کرد وحشت از کردهای خودش داشت، مناطق کردهای خودش داشت، و موقعی که حتی با کسانی مانند بارزانی و طالبانی رهبران کرد عراق صحبت می‌کرد همیشه مسئله پیکاکا و کردستان مطرح بود. این بار دیگه اصلا مطرح نشده. در نشست آقای بارزانی با اردوغان در
ترکیه در آنکارا اصلا در باره مسئله کردستان مطرح نشده. اون چیزی که مطرح میشه اولا بارزانی رو به عنوان یک رئیس جمهور به عنوان یک شخصیت بزرگ سیاسی ازش استقبال کردن و صحبتی از در واقع مسئله کردستان نمیشه. و جالبتر از این که شما میدونید اربیل مرکز اقلیم کردستان عراقه، در منطقه اربیل صدام حسین آماده بود میلیون ها عربا در اونجا در واقع مستقر کرده بود، ولی اقلیم کردستان یا حکومت خودمختار کردستان خواهان اینه که اربیل در واقع کرد بمونه و دارن عربا رو از اونجا اخراج میکنن. همیشه ترکیه با این مسئله مخالف بود، ولی امروز دیگه صحبتی نمیکنه. ترکیه دیگه درباره عرب های اربیل صحبت نمیکنه. در واقع به ترکیه به این توافق رسیده یا به این نتیجه رسیده که مسئله نفت و انرژی در آینده ترکیه شاید به مراتب مهمتر از مسئله کردستان و گردا باشه. حالا بعدها این مشکل کردستان و کردا را یا پکاکا را چگونه بخواد حل بکنه مسئله بعدی است، ولی در شرایط کنونی تغییر سیاست داده، در سیاست خارجی ترکیه تغییر حاصل شده و در واقع مسئله نفت و مسئله نفت کردستان عراق براش اهمیت زیادی. این لوله ناباکو اینا که در ارتباط با این جریان پیدا میکنه چیه؟ خب لوله ناباکو در این رابطه ارتباط پیدا میکنه که مشکلات زیادی به وجود آمده. میدونین که در واقع کشورهایی که میخواستن این لوله نفتی رو از آذربایجان از طریق بندر جیهان ترکیه به اروپا وصل بکنن و گاز رو منتقل بکنن مخارج عظیمی رو باید متقبل بشن. قبلا گفته بودن یعنی چون قبلا اگر سیاست جمهوری اسلامی بله از طریق ایران... بله جمهوری اسلامی هم گذاشتن کنار. ببینید کشورهایی که در این گاز یا در واقع لوله گاز نابوکو شرکت دارن آلمان، اتریش، ترکیه است، رومانی، بلغارستان و مجارستان. گرجستان بود مسکنه. گرجستان و مجارستان. ولی جالب اینه که در واقع بهترین راه و نزدیکترین راه از طریق ایران بود و گاز ایران هم شرکت دارن، ولی ایرانو در واقع حذفش کردن. ولی اون چیزی که مهمه اینه که خود پروژه گاز نابوکو با مشکل برخورد کرده و بسیاری از کشورها حاضر نیستن مخارج عظیمش رو بپردازن و میخوان در واقع پروژه رو کوچکتر بکنن و سعی نکنن که از آذربایجان در واقع به بندر جیهان در ترکیه برن، بلکه از طریق ترکیه و بلغارستان این نفت و به این گاز رو به اتریش ببرن و از اونجا به اروپا برسونن. و مشکلات زیادی به وجود آمده و شاید هم در واقع اصلا شروع نشه این پروژه. ولی جالبه که با شکست این پروژه در واقع خود ترکیه که نقش مهمی رو بازی میکنه مشکلات عظیمی پیدا خواهد کرد و طبیعتاً سعی میکنه با کشورهای نفتخیز و کشورهایی که نفت دارن و نزدیکترین کشورها و دوستانش امروز کردستان عراق نزدیک بشه و بتونه نفت خودش رو تامین بکنه. و اگه پروژه نابوکو موفق نشه در واقع روسیه هم برنده است در این مسئله. روسیه برنده اصلیه، برای که روسیه مخالف هم مخالفه، هم پروژه جنوبی لوله های جنوبی روسیه مطرح است که اینها از طریق دریای سیاه و کشورهای سابق شرقی در واقع میتونن نفت رو به اروپا برسونن. 80% گاز در واقع اروپا رو هم اکنون روسیه تامین میکنه و موقعی که نابوکو با شکست روبرو بشه در واقع روسیه است که برنده این جریان بوده و ایران هم خوشحال از این مسئله. ایران هم خوشحاله برای که شرکت داده نشده. زیاد فرصت نداریم. شما گفتید روسیه، الان من امروز خوندم که این ژنرال 4 ستاره روسی ارتش بود نیکولای ماکاروف یا ماکاروف، این یه سخنرانی کرده گفته که هم سوریه کره شمالی ببخشید هم ایران و هم کره شمالی خطر تسلیح اتمی دارن و برای اولین باری که مقام ارتشی روسی میاد اشاره میکنه که بله ایران داره فعالیت‌های اتمی نظامی میکنه. تا به حال سیاست رهبران روسیه همیشه این بود در رابطه با ایران و سیاست اتمی ایران که میگفتن ایران قابلیت و از لحاظ فنی قادر نیست بمب اتمی رو بسازه. خب اینا اینو میگن. اولین بار ژنرال اسرائیلی امروز گفته نه اینا نتونستن. من نمیدونم. اولین باره که ماکاروف، نیکولای ماکاروف، رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه چنین چیزی رو مطرح میکنه. و جالب تر از اون اینه که اون میگه ما با آمریکایی‌ها بررسی کردیم، مطالعه کردیم و به نتیجه رسیدیم که سپر دفاعی مشترک با هم به وجود بیاریم. یعنی این مطلب مهمه. یعنی اینی که مخالفت میکرد سپر دفاعی روسیه شدیداً مخالفت میکرد. جریان سئول که یادتون هست، اون پچپیچی که مدیدوف با آقای اوباما میکردن که در واقع میکروفون‌ها باز بودن و خبرنگارا متوجه شدن، امروز داریم متوجه میشیم که در پشت این سیاست‌های علنی در واقع سازش‌های انجام شده و ماکاروف از این صحبت می‌کنه که ما با آمریکا به توافق رسیدیم سپر دفاعی رو
به وجود بیاریم برای که خطر اتمی شدن ایران و کره شمالی دوست دانش تو حرفتون یادتون نرفته خواهش میکنم یادتون نره. من فقط بخوام حدس خودم بزنم. شما تصور نمیکنید که بعد از اون جریان اختلافی که سر انتخابات با پوتین پیش آمد که مطبوعات غرب شروع کردن حمله کردن که این انتخابات قلابی بوده، یهو سکوت کامل شد و الان میبینیم که روسا دارن آوانس میدن به آمریکایی‌ها و غربی‌ها. این درست نیست؟ این کاملا درسته. یکی از مسائل مهمی که همیشه اختلافات مهمی که بین آمریکا و روسیه بوده، در واقع توجه اساسی آمریکا به اپوزیسیون روسیه بوده. یعنی در واقع نه تنها حمایت می‌کردن بلکه از طریق مطبوعات و حمایت سیاسی هم می‌کردن، شاید هم حمایت مالی که ما سندی در دست نداریم، ولی خب روسیه هم سعی می‌کنه با این نزدیک شدن با آمریکا بتونه در واقع حمایت آمریکا را از اپوزیسیون روسیه قطع بکنه و به خودش جلب بکنه. این کاملا به نظر من درسته این صحبت شما. بله، حالا بحثتون میتونه ادامه بده. ببخشید من همین سر جریان ژنرال ماکاروف بود که گفته که در صورت این مطالبی است که بسیار به نظر من جالبه و ماکاروف اینو مطرح کرده و موقعی که ما بیایم در واقع پازل‌ها را کنار هم بذاریم، صحبتی که خانم کلینتون در دو هفته پیش در ریاض کرد و صحبت از سپر دفاعی آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس میکرد، در واقع میشه گفت که امروز روسیه هم با این امر توافق داره. یعنی سپر دفاعی آمریکا، مشترک آمریکا با کشورهای حوزه خلیج فارس، اون چیزی که خانم کلینتون دو هفته پیش مطرح کرده، وزیر امور خارجه عربستان سعودی اونو تایید کرد و گفت ما در این راه داریم قدم برمی‌داریم، و امروز صحبتایی که ماکاروف میکنه رئیس ستاد ارتش روسیه، در واقع اینا در جهت تکمیل یکدیگرن، مکمل یکدیگرن، و باید به جمهوری اسلامی بگیم که اون همپیمانی که شما فکر می‌کردین که همیشه از شما دفاع می‌کنه، امروز داره در کنار آمریکا قرار می‌گیره. نه تنها سفارت دفاعی مشترک در اروپا و در ترکیه به وجود خواهد آمد، بلکه شاید در آینده مشترک در حوزه خلیج فارس چند میلیارد اسلحه های قرازه روسا رو اینا خریدن. حالا دکتر دانش، من خیلی سوال دارم، ولی این جالبه که من داشتم خبرها رو نگاه میکردم، دیدم آقای نوریزاد گفته زدن هواپیمای مسافری ایران در سال 1967 مقصر اصلیش خود جمهوری اسلامی بود. خیلی جالبه. این آقای نوریزاد اولین بار این خبر در واقع یک چنین فرمی داره فاش میشه. آقای نوریزاد با سایت کلمه مصاحبه کرده و میگی که در واقع مقصر خود جمهوری اسلامی بوده که اون ناو هواپیمابر USS استینس در واقع هواپیمای مسافری ایران در سال 1367 روی آسمان دریای خلیج فارس زد. می‌دونید که در اثر اون زدن هواپیمای مسافری ایران ایر ایران 290 نفر کشته شدن. در واقع آمریکا 50 میلیون خسارت به خانواده‌های اون داد، به خانواده‌ها که نه، جمهوری اسلامی خورد. 40 میلیون هم به خاطر هواپیما خسارت داد. ولی جالبه که ایشون مطرح می‌کنه موقعی که در واقع هواپیما در حال پرواز بوده، هواپیمای مسافری ایران ایر، جنگنده‌های ایران در پشت این هواپیما مخفی بودن که بتونن از رادار ناو آمریکایی فرار بکنن و حمله بکنن به ناو یو اس اس استینس، و آمریکایی‌ها متوجه میشن و هواپیما رو میزنن. در واقع یک حالت شک و تردیدی وجود داره، آیا این شیء که داره پرواز میکنه هواپیماهای مسافری است یا هواپیماهای نظامی هستن، و به خاطر همین هم در واقع اون هواپیما زده میشه. و اون امروز اینو مطرح میکنه که مقصر اصلی در زدن اون هواپیما و کشته شدن 290 نفر مردم بیگناه ایرانی خود جمهوری اسلامی بوده، برای که مخفیانه جنگنده‌های ایران در سایه پوشش یا در کنار این هواپیما قرار گرفته بودن که بتونن از رادارهای آمریکا گریز بکنن و حمله بکنن به ناو آمریکایی. دکتر دانش، من یه مقدار فیلمای مستند یه مدتی خوندم برای چند تا از این تلویزیون‌ها که بعداً ادامه ندادم. یکی از اون فیلمای مستندی که من خوندم همین مربوط میشه به زدن هواپیمای ایرانی در سال 1967. یکی از این دریادارای آمریکایی ادعا کرده بود در اون به اصطلاح فیلم مستند که ما چرا هواپیمای ایرانه رو زدیم. درست همین چیزهایی که آقای نوریزاد میگه، منتها نه به این شکل، به یه شکل دیگه میگفت که ما چندین بار اخطار کردیم به خلبان هواپیمای مسافربری ایرانه که تو مسیر خودتو تعیین بکن، کد خودتو بده، چون این کدای هواپیمای مسافربری مشخص، کدای نظامی مشخص، و اینا به ما جواب نمیدادن تا اینکه در چند کیلومتری ناو رسید و ما من حتی نمیخواستم این فیلم مستند رو بخونم، برای اینکه من شدیداً ناراحت شدم و گفتم این کاری که کردن آمریکایی‌ها دارن ماسمالی میکنن.
ولی حالا بعد از این که این نوشته آقای نوریزاد آدم میخونه ببینه که ببینه به نظر من در رابطه با صحبت در رابطه با صحبت نوریزاد شک و تردیدی وجود دیگه نمیتونه داشته باشه. ببین آمریکایی‌ها همون زمان هم مطرح کردن که در شک و تردید بودن اینا در موقعی که در واقع ناو استینس هواپیمای ایرانی میزنه میگن ما در شک و تردید بودیم آیا یک در واقع جنگنده هایی هستن پرواز میکنن یا هواپیمای مسافریه. بین خود آمریکایی‌ها در داخل ناو آمریکایی بحث در میگیره قبل از اینکه بزنن و کاملا درسته اینا تماس میگیرن و خواهان این هستن که در واقع مسیر خودش رو روشن بکنه هواپیمای مسافری و جهتش رو یا تغییر بده یا ولی موقعی که نزدیک به ناو میشن اونو میزنن. و امروز صحبتایی که آقای نوریزاد میکنه و به نظر من صحبتای نوریزاد باید 100% جدی بگیریم که درسته و موقعی که چنین صحبتی رو میکنه باید به این نتیجه برسیم که مقصر اصلی زدن در واقع و کشته شدن 200 نفر از ایرانیای بیگناه خود جمهوری اسلامی و شخص رهبران یا شخصیت‌های رهبر جمهوری اسلامی بودن. شخص رهبر بوده در اون سال آقای خمینی بوده که پشت این جریان قرار داشته و متاسفانه 200 نفر کشته شدن. یک چنین جنایت عظیمی را جمهوری اسلامی بر علیه مردم ایران بر علیه مردم خودش انجام داده. بسیار سپاسگزارم دکتر دانش. از بحث خیلی جالبی کردید. امیدوارم روز دوشنبه آینده بازم ادامه بدید. هم میهنانی گرامی بسیار سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. بار دیگر یادآوری میکنم که یک شنبه همین هفته 29 آوریل در المپیک کلکشن آقای مشیری سخنرانی دارن. توجه کسانی که علاقمند هستن ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر به این سخنرانی اگر علاقه دارن میتونن تشریف بیارن اونجا. خیلی سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. همینانی که تا برنامه آینده خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده.